مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید و در این لحظه و این دقیقه از برنامه با کارشناس محترم که شبها در خدمتشون خواهیم بود و هستیم همراهی میکنیم. امشب مانند دیشب در خدمت جناب آقای خورشیدی هستیم، جناب شیخ مجتبی خورشیدی که الحمدلله روزی داریم که همراهی کنیم با ایشان. اجازه بدید محضرشون سلام و ادب داشته باشم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. رحیم علیکم السلام و رحمت الله. منم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و عزاداران سید شهدا علیه السلام. انشاءالله که هر جای کره زمین هستن در پناه امام زمان علیه السلام باشن و نگاه لطف حضرت به همه ما باشه و ما هم جز عزاداران خوب آسید شهدا علیه السلام قرار بگیریم. خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. ما دیشب پیرامون این مطلب صحبت کردیم که خب حالا اگر در سال 61 یا سال 60 نبودیم و امام حسین علیه السلام رو یاری بکنیم، الان چه کار میتونیم انجام بدیم؟ راه های یاری تقریبا امام حسین علیه السلام رو داریم با هم بررسی میکنیم که دیشب پیرامون عشق، چیزی که در دسترس خیلی از ماها هست، البته اون هم شرایط داره، به قول کوچه بازارش خیلی هم مفتی به دست نمیاد، اون هم زحمت خودش رو نیاز داره تا به اون مقام برسه که انسان جزء بکاون برای امام حسین علیه السلام باشه. امشب کدوم یکی از راه های دوم سوم؟ خواهش میکنم. عرض بخواهم من شما که دیشب هم عرض شد که مطالبی که میخوایم مطرح کنیم از خود روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده بشه و ببینیم خودشون چه دستوری به ما دادن، چه وظیفه‌ای برامون تعیین کردن. مطلب اول همونطور که اشاره کردید این هست که ما وظیفه ابتداییمون، اقل کاری که ازمون برمیاد، عشق بر سید الشهدا علیه السلام در مصیبت اون حضرت هست و بله همونطور که فرمودید خود همین گریه کردن ما بعضی وقتا خیال میکنیم که خیلی راحته، خیلی آسون به دست میاد، اما نه، خب شرایطی داره، بعضی وقتا موانعی هست برای گریه کردن، سلب توفیق خدای نکرده هست و قدر بدونن و بدونیم که یه قطره اشک اگر از چشممون جاری میشه که این قطره های اشک که دیشب واقعا فرصت نشد و قصدمون هم این نبود که ثواب قطره های اشک رو بگیم، ثواب حزن در مصیبت اهل بیت علیهم السلام که آقای امام صادق علیه السلام ازشون روایت شده فرمودن نفس المهموم لظلمنا تسبیح، به همون نفسی که داره میکشه، به همون آهی که داره میکشه نفرمود ثواب تسبیح میدن، خود همین تسبیح اصلا و هم حولنا عباده و اون هم غمش، ناراحتیش، حزنش برای ما عبادته. حالا اینها رو نمیخواستیم خیلی واردش بشیم، فقط از باب وظیفه که ما نسبت به سید الشهدا علیه السلام وظیفه‌مون چیه. مطلب دومی که باز از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه زیارت سید الشهدا علیه السلام هست که ماهایی که نبودیم در رکاب حضرت بجنگیم، از حضرت دفاع کنیم، امثال جناب حور، جناب زهیر، جناب بریر، اصحاب دیگه مسلم ابن مسجه که بودن و این توفیق رو داشتن که از حضرت پای رکاب حضرت باشن و دفاع کنن، ماهایی که چنین سعادتی نصیبمون نشده حالا میتونیم چیکار کنیم؟ دومین مطلبی که از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه اینه که آقا من هر جای دنیا هستم اگر راه برای من میسر بوده میتونم برم، نباید کوتاهی کنم. اگر این چنین بکنیم داریم جفا میکنیم در حق آقا رسول الله و اولادشون. روایات خیلی عجیبی در زیارت سید الشهدا علیه السلام، خیلی عجیب. حالا نمیدونم امشب چه مقدار رو بتونیم فقط فهرستش رو عرض کنیم. یه سری از روایات یه بخشی هست، یه بابی هست که روایاتی که دستور میدن به زیارت سید الشهدا علیه السلام برید، که هر کس اعتقاد داره به امامت سید الشهدا علیه السلام به گردنش لازمه بره زیارت سید الشهدا علیه السلام. حالا یه وقت اینو ابتدام دوباره تکرار کنم،
که یه وقت راه بسته است، موانع هست اون جای خودش، نه کسی میتونه بره و راه براش میسر است و امکانش هست. فرمودن وظیفه هر مسلمانی هست، هر کسی که اعتقاد به امامت سید شهدا علیه السلام داره، وظیفه‌اش اینه که خودشو برسونه به کربلا. و حالا وقت خاصی هم نفرمودن، هر ایام سال. من یه سوال میتونم همینجا بپرسم؟ ببینید، ما خیلی از وجوبات زندگیمون رو از کلام اهل بیت دریافت کردیم. آقا واجب مثلا به وجود نازنین امام حسین حالا زیارت بکنیم، ولی اون وجوب عبادی ما رو نداره. ولی توی کارهای دیگه چرا؟ وجوبش رو از کلام اهل بیت گرفتیم، با اینکه مثلا شاید توی قرآن هم نیومده. چرا اینجا مثلا برای زیارت امام حسین اون واجب اعمالی رو نداره، ولی کلام اهل بیت هم میفرمان بر همه واجب است که به زیارت امام حسین بیاد؟ یه نکته بود، الان من خواستم لابلای عرضم داشته باشم، حالا شما سوالو پرسیدی، من یکم مفصل تر خواهش میکنم. اینه که یکی از مواردی که خیلی از علما استفاده حتی وجوب عملی هم کردن از اطاعتی، بله، که زیارت سید شهدا علیه السلام نه فقط به همین راحتی که مستحب هست یا حتی مستحب مؤکد هست، نه، بالاتر از این که روایات ائمه علیهم السلام می‌فرمایند که واجب هست. لفظ وجوب خیلی جاها توی زیارت سید شهدا علیه السلام اومده، مفترض اومده و همون وجوب هست، مفروض اومده و همه اینو به یک معناست. و داریم از علمایی که قائل به وجوب بودن، مرحوم مجلسی اول، مجلسی ثانی، صاحب بهار و پدرشون، علمای دیگه. جالبه، یکی از رفقای تو من چند وقت پیش کتاب قدیمی رو داشت نگاه میکرد، به من منو دید و اینا گفتش که یه مطلبی رو من دیدم حتما با من تماس داشته باش بهت بگم. خیلی جالب بود، کتابش مال قرن ظاهرا نهم یا دهمه ایشون، که قبل از علامه مجلسی حتی میشه. ایشون تو کتابش می‌نویسه که اکثر علمای ما، اکثر علمای ما قائل به وجوب زیارت سید شهدا علیه السلام هستن. به همون اندازه‌ای که نماز و مثلا روزه برای ما واجبه، بله، زیارت امام حسین هم در همون، بله، جایگاه قرار. چطور حج، اینو که دیگه واسه همه جا افتاده است، چطور حج بر هر مسلمونی واجب هست حداقلاً در عمرش یک بار زیارت، به شرط استطاعت. شرط استطاعت. زیارت سید شهدا هم همونطور، حداقلاً در عمرش وقتی راه باز بود و میتونه بره یه جوری. حالا غیر از اینکه حالا توی بحث حج ترس و نمیدونم نداری و اینها جز موانع شمردن، اشکالی نداره، وقت نمیتونید برید میترسید برید، ولی زیارت سید شهدا اتفاقا طرف میاد میگه آقا من به خاطر ترس نمیرم. از مثلا میفرماید که دوست نداری روز قیامت جز کسایی بشی که خاص خدای متعال قرار بگیری و از این، یعنی حتی تو اینجا هم ائمه راه باز نکردن که نرید. خیلی آره، تاکیدات حتی تو این شرایط برای هزارات بیشتره. یه سری از علما میگم که به قول ایشون، یعنی کتابش هم هست که ایشون میفرماد که اکثر علمای ما قائل به وجوب بودن. حالا اکثر علمای الان مراجع ما اینها قائل به اینن که مستحب مؤکده، مستحب بسیار تأکید شده است، ولی خب الان بعضی ها هستن که باز نظرشون بر وجوب هست. حالا این دیگه هر کس نگاه به مرجع خودش میکنه و تقلید میکنه، ولی لفظ روایات خیلی عجیبه. از این طرف همین رو خواستم عرض کنم، روایاتی که میفرماد وظیفه هر شیعه هست، وظیفه هر کسی که اقرار داره سید شهدا امامش هست، اگر این اقرار رو من دارم یعنی نتیجهش زیارت سید شهدا است، باید برم صلوات الله و سلام علیه. از اون طرف خب حالا کسی بگه واجبیه که ترک کردم نرفتم، اگه چی میشه؟ روایاتی که ذم کسایی که نرفتن خیلی عجیبه. حضرت میفرماد که این شخص حق الله رو ترک کرده، حق ما اهل بیت رو، حق پیغمبر رو ترک کرده. یا روایت دیگه هست، آق خدای متعال، آق پیغمبر، آق سید شهدا علیه السلام شده. نمیدونم دیگه ما چه تهدیدی میخوایم بالاتر از این داشته باشیم. هر چی بگیم دیگه وقتی آق اهل بیت بشیم و وجود خود نازنین سید شهدا دیگه همش زیر دست این مطلب حساب میشه. درباره پدر مادر ظاهری ما اگر
روایت فرمودن دیگه، اگر پدر مادر ظاهری شما شما رو آق کنن خیلی کار لنگ میشه، چه گرفتاری های دنیا چه گرفتاری های آخرت، حالا اگر آخر شفاعت شامل حالش بشه و یه جوری دستگیریش کنن. این واسه چه پدر مادر ظاهری مونه، چه برسه به ائمه علیهم السلام که یقینا بیشتر از پدر مادر ظاهری ما بگردن ما حق دارن. صد البته النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، روایات دیگه آیات دیگه که هست، ائمه علیهم السلام فرمودن کسی زیارت سید الشهدا علیه السلام نره، بتونه بره و نره، ما جزء شیعه خودمون محسوبش نمی کنیم. الله اکبر. کسی بتونه زیارت سید الشهدا علیه السلام بره اما مشرف نشه، فرمودن ناقص الایمان، ناقص الدین. بعضی روایات تعبیرش عجیبه، فرمودن اگر وارد بهش بشه، یه اگری اولش گذاشته، یعنی معلوم نیست ولی خب حالا اگر معلوم نیست اگر مالش خوب باشه مثلا. بله، یه حالا یه کاری کرده باشه که دستگیریش کنن وارد بهش بشه، فهو من ضیفان اهل الجنه، تو خون تو بهش واسه خونه خود، واسه خودش خونه نداره، جا نداره، مهمان بقیه است، یه شب خونه اون بره، یه شب خونه، یعنی یه استیجاری که اینجا تو دنیا کشیده اونجا باید تو بهشت هم اینجوری ادامه داشته باشه. کنایه از این که او رو حالا تفضلن راه میدن، تفضلن میگم فرمودن اگر وارد بهش بشه. یه روایت دیگه که خیلی عجیبه اومد، محضر حضرت سوال میکنه که حالی روایت که عرض میکنم عزیزان اگه خواستن مدرکش رو بدن، اینا اکثر اینها که عرض میکنم مالا کامل و زیارات، حالا اگر توفیق بشه یه مقدار درباره کامل و زیارات و کتاب هایی که درباره زیارت هست یه توضیح مختصری عرض کنم. عرض میکنه آقا کسی میتونه به زیارت جدتون سید الشهدا علیه السلام مشرف بشه و نمیره و نرفته تا حالا. حضرت فرموده فهو رجل من اهل النار. الله، تکلیف و دیگه ازت مشخص داره. این اگر میتوانه رو شرحی برش داریم؟ میتونه رو اقلش اینه دیگه، چون ببینید تو شرایط ترس هم گفتن برید. بله، مثلا پول ندارید هم قرض کنید. بله، پس دیگه چی میمونه که نتونه بره؟ اقلش اینه که حالا کار ما یکم راحت تر کنیم، اینه که پولش هست، حالا چون تو بحث حج هم هست میگن که آقا کسی اگر الان پول نداره، مثلا چند میلیونی که برای حج لازمه نداره الان خرج کنه بره، اما میتونه یه جور جور کنه برگشت از درآمدی که داره خیلی راحت قرضشو ادا کنه. بعضی آقایون نظرشون حتی الان هم همینه که اینم مستطیع محسوب میشه، این صرف این فلحال پولش رو داره ولی حالا بعدن نداره رو خیلی مد نظر نگیر. بله، اینجا زیارت سید الشهدا علیه السلام به هر حال میتونه جور کنه. ما بعضی وقتا حالا مخصوصا حالا که این شرایطی که پیش اومد، شرایط اقتصادی و اینها، بعضی از کارامونو جز اوجب واجبات میدونیم، حتما باید انجام بدیم، فلان جشن بچه‌مونو حتما باید بگیریم، حالا هر چی گرونی باشه فلان، نه دل بچه‌م میشکنه فلانی گرفته نمیشه من انجامش ندم، اینها رو انجام میدیم، اما نوبت به زیارت میرسه، نوبت به کارهایی که برای اهل بیت هست فوراً میگم ندارم، خب از من ساقطه. به همین راحتی خدا رحمت کنه حالا بعضی از امام حسینی ها که همشون به گردن ما حق دارن، همه اونایی که راه امام حسین، یاد امام حسین، یاد ما دادن، خدا همه رو شامل رحمت خاص خودش الهی کنه. یکی از اینا یه سالی شاید 15 سال پیش بود، یه سال من گفت که فلانی امسال چیکاره ای؟ کربلا میخوای بری؟ نمیخوای بری؟ اون سال من اتفاقا جوری که ذهنم هست قرض کربلا یه سال قبل هنوز پرداخت نکرده بودم، بهش گفتم که قضیه از این قراره، من بدهکارم و اینها، چون به مردم بدهکارم، میگم خب اگر دارم بذار بدهکاری اون. برگشت گفت به من، گفت که خب اون که راه حل داره، میری پیش این طرف که طلبکار از شما، میگه قضیه اینه، من میخوام برم کربلا، اگه اجازه میدید من کربلام برم. بعد یه حرف خیلی مهم میزد که تا حالا تو گوشم مونده، این گفت، گفت که زیارت کربلا رو جز به معونه زندگیت حساب کن، خرجی ضمن تمام هزینه‌های. بله، چطور هیچ وقت برای اینکه بچه‌ت مدرسه بره هیچ وقت نمیگی که ندارم بچه‌ام مدرسه نمیفرستم مثلا، یا کارهای دیگه تو زندگیمون انجام میدیم. زیارت سید الشهدا علیه السلام هم یه جوری بالاخره، حالا یه وقت واقعا نمیشه و اینا یه حرف دیگه است، ولی اون که از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه و وظیفه ما نسبت به سید الشهدا علیه السلام میرسونه، بذارید اینجوری بگم، اهل بیت فرمودن اونی که میتونه هر ساله بهش
گردنش هست بزیارت بره، نمیتونه واقعا ندرس دیگه، از 3 سال نباید تأخیر بندازه. ائمه فرمودن هر سالی که طرف میتونه کربلا مشرف بشه و مشرف نشه و نره به زیارت، 1 سال از عمرش کم میشه. که حضرت خیلی جالبه، خود حضرت از احادیثی که خود حضرت کامل میفهمه که اگر من بگم، حضرت میفهمه اگر من بگم بعضی از شما 30 سال از عمرشون کم شده چون 30 سال کربلا نرفتن، دروغ نگفتم. یعنی همینه دیگه، حضرت میگه دروغ نگفتم یعنی 30 سال از عمرش کم میشه. از اون طرف هر سال که میره به عمرش اضافه میشه، روزیش زیاد میشه، زندگیش زندگی خوب میشه، حیات سعید، ممات سعید داره، همه خوبی ها سمت او سرازیر میشه. بله، بعضی وقتا میگم مثلا ما چند سال میخواییم نماز بخونیم، چند سال روزه بگیریم، آخرش یه ضمانتی باشه که آقا ما بهشتی شدیم، یقینا کارمون حله دیگه. حالا اگر تازه اگر که این نمازهای ما قبول بشه، اگر این اعمال ما مورد قبول خدا واقع بشه. اما زیارت سید شهدا از اعمالیه که خیلی عجیبه. اولین قدمی که برمی‌داره غفران ذنوب، بخشش گناهانش شروع میشه. تا از زیارت برمیگرده، نه برگیش، تا وقتی که تو خونش هست و زنده است، ملائکه دم در خونش هست، براش استغفار میکنن، به نامه عمل این نوشته میشه. از دنیا که رفت کنار قبرش میسن تا روز قیامت، روز قیامت قیامت که میشه با چه دبدبه و کبکبه‌ای وارد محشرش میکنن، از اونجا کنار حوض کوثرش میارن، خودش از حوض کوثر امیرالمومنین علیه السلام با دست مبارک خودش بهش آب میدن. و جالبتر، بله جالبتر که ازت میفرماید حتی خود این شهزار سید شهدا کنار حوض کوثر خودش ساقی میشه، به هر کی خواست میتونه آب بده. اینقدر مقام و قرب پیدا میکنه تا به مقام سقایت در محشر برسه. بسیار عالی. اینا فعلا ما داریم اینو عرض میکنیم که از روایاتی که اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردن این استفاده رو میکنیم که زیارت سید الشهدا علیه السلام وظیفه تک تک ما مسلمان ها و شیعیان هست. حالا که نبودیم و توفیق نداشتیم در رکاب حضرت حضور داشته باشیم، زیارت حضرت به عنوان یک وظیفه به گردن ما هست. این حدیث هم بگم جالبه. ببینید واجبات یه سری مال مخصوص مرد هاست، یه سری مخصوص زن هاست. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تو قرآن سوره مبارکه نور. این مخصوص مرد ها. و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. این درباره مخصوص زن هاست. پس خطاب یه جا فقط مخصوص مرد ها میشه، یه جا مخصوص زن ها میشه. اما یه سری خطاب های خدا، اوامر الهی، اوامر ائمه علیهم السلام فرقی بین مرد و زن نداره، مشترک. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه، مرد و زن باید نمازشون رو بخونن، روزه‌شون رو بگیرن. بعد شما نمی‌بینید که خدا یه خطاب دیگه مخصوص زن ها آورده باشه، ائمه یه خطاب دیگه مخصوص زن ها که شما هم باید نماز بخونید؟ نه دیگه، یه خطاب عام اومده. اما زیارت سید الشهدا علیه السلام روایات زیادی داریم که واجب هست بر هر مرد و زن، بر هر مؤمنی. خوب نشون دهنده چیه؟ همون روایاتی که حالا خوندیم که بر هر کسی فرقی هم بین زن و مرد نداره. مهم اینه تو زیارت سید الشهدا یه روایتی داریم خیلی عجیبه که این خطابش مخصوص به زن هاست، که حضرت میفرماید بر هر زن مؤمنه لازم هست که حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره رو یاری کنه با زیارت پسرش سید الشهدا علیه السلام. میگم این یه خطاب عمومی برای همه هست، مرد و زن فرقی نداره، اما اینجا جاییه که باز به زنها یه دستور خاص و ویژه‌ای اومده. این تا اینقدر اهل بیت دارن سفارش میکنن، تاکید میکنن، دیگه به چه زبونی باید به ما برسونن؟ فرمودن ما اگر فضیلت زیارت کربلا رو بگیم دیگه کسی دنبال حج نمیره، که اون حجی که واجب هست و از کمی ظرفیت ماست دیگه، ما تحملش رو نداریم. این باعث میشه که ائمه تازه همش رو نفرمودن، اونی که فرمودن، تأکیداتی که فرمودن، از اون طرف نرفتن عمر رو کم میکنه، روزی رو کم میکنه، خدای نکرده آخر عمر به سختی میفته.
خیلی عجیب هست. حالا امشب که فکر نمی‌کنم دیگه خیلی وقت داشته باشیم بخوایم اثرات زیارت سید شهدا علیه السلام رو عرض کنیم، که زیارت سید شهدا از وقتی که نه طرف 10 دقیقه میتونیم بله در خدمت شما باشیم. نه اینا ان شاء الله اگر اجازه بدید باشه فردا شب، چون خود این مبحث کاملی بله تاثیرات زیارت بله یه جزوه کاملی هست، حدود 400 500 صفحه است، فقط اثرات زیارت به صورت فهرست اونم. حالا ان شاء الله اگر بشه فردا شب اینو درس کنیم. بسیار عالی. ولی امشب اجازه بدید من یه قضیه رو اینجا بگم که همی داستان جالبیه، همین که زیارت سید شهدا علیه السلام میرسونه فضیلتش چقدر. یه شخصی از تعریف میکنه تو چند تا از کتاب هایی ما نقل شده، مرحوم میرزای نوری هم تو دارالسلامشون نقل کرد، یه شخصی از ایشون نقل میکنه که ما یه سری حجاج اهل عراق بودیم، از عراق بلند شدیم رفتیم برای حج و اونجا با یک حاجی یمنی برخورد میکنه. اون تنهاست و کسی رو نداره، میاد به ما ملحق میشه، میگه شما هم شیعه اید من هم شیعه هم و معارف و احکام حج رو میخوام از شما یاد بگیرم، با هم کمک کنیم و از آنها شما من همراه شما باشم. ما قبولش کردیم و پذیرفتیم. حالا نمیشناسیم اینا اصلا حاجی کیه و از کجا اومده و سرمایده رو یا فقیر اینا، به عنوان یه شیعه ای که اومده برای حج حالا احتیاج به یادگیری مسائل داره همراه ما را افتاده. ما مناسکمون که تموم شد دیدیم که این حاجی اومد به ما گفت که حتما باید مهمون ما بشید. گفتیم آقا نه ما می‌خوایم بریم و مثلا فلان. خیلی اصرار که حتما امروز مثلا ظهر رو بیاید پیشمون. ما با اصرارش ظهر رفتیم پیشش و موقع برگشتنه به اونی که مسئله بلد ما بود و بعد مثلا به عنوان حالا روحانی بوده یا هرچی بوده که همراه ما مسائل به ما یاد میداده، به اون برگشت گفت که شما به اون من کارت دارم. ما اومدیم پیرون و بعد اینا نشستن با هم صحبتی کردن اینا، بعد از یه مدت این مسئله دونه ما اومد به اون ملحق شد. ما هم نپرسیدیم چی شد و چی نشده و برگشتیم به محلی که خودمون اتراق کرده بودیم و اینها، تا اینکه غروب و اینا را افتادیم بیایم به سمت عراق. اومدیم بیرون از شهر مکه و یه منزلی مکه ما اینجا اتراق کردیم که شب و اینجا بمونیم و صبح را بیفتیم. آقا نصف شب ما دیدیم که این حاجی که مثلا مسئله دون ما بوده و امروز با این حاجی یمنی با هم صحبتی داشتن و اینها، از خواب بیدار شده و گریه میکنه. چه گریه؟ همه از خواب بیدار شدیم و چه خبره چی شده؟ گفتی چی؟ منو باید برگردیم پیش حاجی یمنی همین الان. بابا نصف شب دزد فلانه به همین راحتی نمیشه برگردیم. گفت اگر من به گردن شما حقی دارم یه وقتی بخواید حق منو از اون ادا کنید امشب وقتشه، من این چیزا سرم نمیشه، راه زن و دزد و گرفتاری من نمیفهمم، باید منو باید پیداشم. میشه دیگه اصرار و گریه و زاریش رو که دیدیم، ما هم دیگه لباسامو کمتر کردیم، پولی چیزی داشتیم گذاشتیم و اومدیم در خونه حاجی در زدیم و که این بعدن حالا فهمیدیم که خودش یه حاجیه خیلی پولدار و سرمایه‌داری هست. ما این در خونه‌ش رو زدیم و اومد پشت در، کیه چه خبر؟ گفتیم که ما چی حجاج عراقی هستیم، زور مهمونتون بودیم. حالا اومد اونم ترسید، گفت که حالا قدمتون رو چش، ولی این وقت شب من جرئت نمی‌کنم. دیگه قسمش دادیم، در رو باز کرد و آقا این حاجی و حاجی ما و این حاجی یمنی با هم دوباره شروع کرد صحبت کردن. دیدیم حاجی ما التماس میکنه اونم قبول نمیکنه. نفهمیدیم زور چه صحبتی کردن، حالا داره التماس میکنه چه خبر. برگشتیم به اینا گفتیم که خب قضیه رو به ما بگید، ما هم تو جریان باشیم شاید بتونیم یه راهنمایی کاری بکنیم و اینها. گفت که این حاجی همراه ما گفت که راستش بخواد قضیه از این قراره که امروز زور شما که رفتید این حاجی یمنی برگشت به من گفت که شما کربلا هستید و عراق هستید، راحت میرید زیارت سید شهدا علیه السلام، من توفیق ندارم، من اینجا هستم یمن هستم، خب حج بیشتر میتونم مشرف بشم و اینا، بیا یه زیارتمونو با هم دیگه عوض کنیم، یه زیارت سید شهدا شما بده منم یه حجمو مثلا یا یه عمرمو بشم. من قبول نکردم تا اینکه به بالای 10 تا حج معامله کردیم که مثلا اون 10 تا حجش عمرش رو من بده، من یه زیارت سید شهدا و 400 مثقال تا
طلای سرخ. چه؟ اینو با هم معاملمون شد، حاجی یمنی قبول کرد، ما هم قبول کردیم و طلا رو برداشتیم و اون حج هم که قرار شد بیاد تو اعمال ما و ما یه زیارت رو به اعمال این فرستادیم. تموم شد. امشب که اونجا تو منزل پیرون مکه خوابیده بودیم، تو خواب دیدم که زهرای قیامت شده و آتش روز قیامت. منم میام کنار یه حوضی که آقا چه حوضی بوده، توصیفاتی که داره اینا، حالا من زودتر رد بشم و اومدم پیش امیرالمومنین علیه السلام زارم که آقا من از شیعیان شما. به حضرت فرمودن که برو پیش حضرت صدیقه طاهره سلام الله. اومدم پیش بیبی، دیدم که بیبی من اعتنا نمی‌کنه. دو بار سه مرتبه آخرش دیدم که عرض کردم بیبی من از شیعیان شما هستم، نظری لطف فرمود که مگه تو همون نیستی که زیارت پسرمو ارزون فروختی؟ با اینکه یک حج و با اینکه چند تا حج و با چند مثقال طلا و همه اینها، بیبی فرمودن که زیارت تو همون نیستی، مگه زیارت پسرمو ارزون فروختی؟ خدا برکت نده به اون چیزی که گرفتی. اینا رو که این حاجی عراقی گفت، یمنی برگشت گفت من تا حالا نمیدونستم چه خوابی دیدی و اقاله نمیکردم، فسق نمیکردم معامله رو. حالا که فهمیدم زیارت سید و شهدا چیه و چی خریدم امروز، به هیچ عنوان نمیفروشم. آقا هر چی التماس کرد، ما التماس کردیم، حاجی یمنی نفروخت و معامله رو فسق نکرد که نکرد. میگه ما اومدیم، خیلی جالبه که از رویاهای صادقه، میگه اومدیم نه تنها این مثقال های طلای سرخی که گرفته بود از دست این حاجی عراقی رفت، خرج شد، تمام اموالش از دستش رفت و آخر عمرش به گدایی افتاد. و خودش میگفت، میگفت این بنفرین حضرت زهرا سلام الله علیها هست. میگفت دو سال بیشتر هم عمر نکرد. عجب. خدا ما رو جزء آمنین قرار بده و به برکت زیارت امام حسین علیه السلام هم طول عمر داشته باشیم و هم انشاءالله وسعت رزق. خب نتیجه میگیریم که جزء کارهایی که به ما انرژی میده و ما رو مجاب به یاری و نصرت حالا امام حسین علیه السلام در زمان عصر خودمون میکنه، پس از یکی از حربه ها که دیروز بیان کردیم، وسیله دوم و حربه دوم زیارت آسید و شهداست. خب حالا چه از نزدیک چه از دور، ولی ترجیح با زیارتیست که از نزدیک و در مسجد شریف ایشون رخ میده. یک ثواب حالا مثلا برای زیارت کسی که از راه دوره، اون رو هم اگر ما رو مهمون بکنین دیگه تایم اون تایم. اصل زیارت که فرمودن که وظیفه اینه که همونجا حضور پیدا کنه، اما مثل روایت صدیر یا ابن سحنان ابن صدیر تو هر دوتا روایتشون هست که به حضرت مثلا عرض میکنه که آقا من نمیتونم زود به زود مشرف بشم، که حضرت میفرماد که هر وقت یاد سید شهدا علیه السلام افتادی، چند تا حدیث شبیه هم که رو میکنی به مسجد شریف سید شهدا علیه السلام سمت کربلای معلا، و حالا با یه مقدار تعابیری که تو روایات چند تا هست، ولی کلیتش اینه که سه مرتبه عرض میکنی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که همین برای تو یه زیارت محسوب میشه. و تو بعضی از روایات فرمود مثلا مثل زیارت عاشورا هم اتفاقا یا زیارت دیگه داریم که اگر نتونستی از نزدیک انجام بدی، از دور انجام بده، همون ثواب زیارت هایی که قرار از نزدیک بهت بدن، حالا نتونستی از نزدیک مشرف بشی، برای زیارت از دورم به حسابت می‌نویسن. اینم زیارت از راه دور برای سید شهدا علیه السلام. بسیار عالی. انشاءالله که توفیق نصیب هممون بشه، زن و مرد، که اولا به زیارت آقا سید شهدا علیه السلام در کربلا نائل بشیم و توفیقش نصیبمون بشه، و ثانیا اقلا اگر بعد مسافت بین ما و اربابمون فاصله انداخت، هر روزه در هر زمانی. مضمون یه روایت را جادم حضرت معصوم فرموده بودن هر وقت دلتون تنگ میشه، همون موقع امام حسین به شما نگاه کرده به تعبیری. حالا میگم فهوای روایت داری بود مضمونش، لذا اون موقع میتونید دست روی سینه بگذارید و بفرمایید که صلی الله علیه یا ابا عبدالله. آقا خیلی ممنون و متشکرم، خیلیتون بده. از شما بینندگانم تشکر. ما برمیگردیم توی پارت بعدی برنامه خدمت شما هستیم. آقا خیلی متشکرم.